سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام در مورد هیومانوید روبات یا روبات های انسان نما صحبت کنم که تکنولوژیه که چندین دهه است داره روش کار میشه، اما الان داره خیلی به پیشرفت قابل توجهی میرسه و شرکت های مختلفی دارن روش کار میکنن. و چون هوش مصنوعی و هوش مصنوعی عمومی یا AGI هم الان به یک مرحله قدرتمندی رسیده، ترکیب این دوتا خیلی الان مورد بحثه و خوبه که بدونیم الان ربات‌های انسان نما تو چه مرحله‌ای هستن. بوستون داینامیکس رو که احتمالاً میشناسید، ویدیوهاش رو دیدید، حتی اگه به اسم نشناسید. و شرکت‌های به نام و معروفی مثل اوپن ای آی و تسلا هم وارد این مسابقه شدن و ربات‌های انسان نمای خودشون رو دارن میدن بیرون. و به نظرم خیلی جالبه که بررسی کنیم ببینیم که الان تو چه لولی هستن و چه کارکردهایی دارن و چه توانایی‌هایی دارن. تو این ویدیو من 10 تا از در حال حاضر پیشرفته ترین و معروف ترین ربات های انسان نما رو بررسی می کنم. اما در آخر ویدیو یه بحثی هم می خوام بکنم در مورد اینکه آیا باید نگران اینها باشیم یا نه، و یه سری بحث دیگه اینطوری هم آخر ویدیو می کنم که اگه علاقه داشتید حتما تا آخر ویدیو باشید و ببینید. خب اولی مورد همونطور که گفتم بوستون داینامیکس که خیلی تو این زمینه پیشگامه و رباتایی میسازه که خیلی چابکن و خیلی باهوشن و از نظر حرکتی خیلی حرکت‌های چست و چابکی دارن و قوی‌ان. این شرکت بوستون داینامیکس جالبه که خیلی توسط ارتش آمریکا سرمایه گذاری شده بود روشون، از همون اول پتانسیلش رو دیدن که میشه از این ربات ها برای ارتش آمریکا استفاده کرد. مثلا در ابتدایی ترین حالتش اینه که وسایل سربازا رو براشون حمل کنه، چون کوله‌های خیلی سنگینی دارن و یک سری ابزارهای خیلی سنگینی براشون حمل کنه، یا جاهایی که برای سربازا صعب العبور اینا برن راه برن، و این یک سری از پتانسیل هاش برای ارتش آمریکا بود. برای همین خیلی سرمایه گذاری های چشمگیری کرد توی بوستون داینامیکس. حالا ربات معروف انسان نمای بوستون داینامیکس اسمش اطلسه. اطلس دو پای و 1.5 متر تقریبا قد داره و برای کارهایی مثل عملیات های نجات، یعنی هدف اصلیش توی این عملیات های نجات و بلایای طبیعی و ایناست. اما قطعا خب میشه دونست که کاربردهای دیگه براش تصور شده و خب با یک باتری تغذیه میشه و حسگرهای مختلفی داره. حسگرهاش دوربین داره، سنسور عمق داره و از این اسکنرهای لیدار داره و پردازشگری داره که بهش کمک میکنه این سیگنال هایی که از طریق این حسگرها و سنسورها میگیره رو پردازش کنه تا در مورد نحوه حرکتش و اینا اون اطلاعات رو پردازش کنه. حالا در حال حاضر فعلا هنوز داره ساخته میشه و در حال توسعه است، اما امکاناتی که الان در حال حاضر داره اینه که تا 10 کیلومتر در ساعت میتونه سرعت راه رفتن و دویدنشه، میتونه از رو موانع بپره، میتونه از پله ها بالا بره و قدرت حمل بارش تا 80 کیلوگرم هستش. و این خب یک واقعا پیشرفت چشمگیری، یعنی جزو پیشرفته ترین ربات های انسان نما این اطلس. و حالا تو ویدیوهایی که ازش منتشر کردن کارهای مختلفی نشون میدن که انجام میده، درو باز میکنه، اجسامو جابجا میکنه و هدفش حالا کلا کمک به مردمه، کمک به سالمندان، کارهایی که همونطور که گفتم توی نجات و بلایای طبیعی و شاید کار در کارخونه. مورد دوم از ربات های انسان نما نئو هستش که رباتیه که اوپن ای آی شرکت تولید کننده چت جی پی تی پشتشه. اوپن ای آی اومده با یک شرکت نروژی دیگه به نام هالودی روباتیکس اومدن یه شرکتی زدن به نام وان اکس تکنولوژیز و اون داره این ربات نئو رو تولید میکنه. و خب نئو از مدل زبانی GPT-5 پشتیبانی میکنه و پیش بینی میشه که یکی از باهوش ترین و با پتانسیل ترین ربات ها بشه. حالا اعلام کرده بودن که تاریخ ساخته شدن و به بازار عرضه شدنش تابستون 2023 اعلام میشه، ولی هنوز که خبری نیست و حالا ببینیم تا آخر 2023 خبری ازش میشه یا نه. نکته متفاوت و جالب در مورد نئو اینه که قابلیت یادگیری داره، یعنی
تنین میشه بهش یاد داد وقتی یک جسمی رو بر میدارید و میذارید اونم یاد میگیره برداره. خب این از یه بابتهایی هم خیلی ترسناکه و نگران کننده است، برای همین قطعا باید دستورالعملهایی بذارن یا اقدامات ایمنی بکنن که این ربات خیلی خود مستقل نشه که یاد بگیره و به استقلال کامل برسه. اما توانایی هایی که داره، وزنش حدود 33 کیلوگرمه و سرعت راه رفتنش 4 کیلومتر در ساعت، بخواد بدوه میشه 12 کیلومتر در ساعت. بعد حالا قابلیت حمل بار 22 کیلوگرمو داره و اعلام کردن که تا آخر سال 2023 احتمالاً برای سفارش در دسترس باشه. احتمالاً قیمتش خیلی بالا خواهد بود اگه تا آخر 2023 برای سفارش عرضه بشه. اما خب قضیه دیگه ای هم هست که اگه به GPT 5 مجهز بشه و قابلیت یادگیری رو داشته باشه، واقعا باید دید که چه محدودیت هایی براش گذاشته میشه و چه اقدامات ایمنی، چون خیلی مهمه برای این ربات ها که الان که داره با هوش مصنوعی ترکیب میشه و قابلیت فیزیک پیدا میکنن، این مورد خیلی مهمه. و کارکردی که براش در نظر گرفته شده فعلا در حال حاضر اینه که در خونه به عنوان یک دستیار باشه، کمک کنه تو کارهای خونه و کارهای خاصی که ازش خواسته میشه در حد راحت و ساده ازش خواسته بشه که انجام بشه. مورد بعدی ربات فینیکس ساخت شرکت سانکچوئری AI که یک شرکتی توی ونکوور کانادا است. فینیکس هم یک ربات انسان نماست و یک جوری ساخته شده که شباهت زیادی به انسان داشته باشه. یه وزنی حدود تقریبا 75 کیلو داره و تقریبا 20 کیلو بار میتونه بلند کنه. سرعتش هم 4.5 کیلومتر در ساعته. اما چیز جالب فینیکس که متمایزش میکنه، یکی حس لامسه خیلی قوی داره، یعنی یک نوع حس لامسه برای شبیه سازی کردن و تعبیه کردن. دوما دستش خیلی قابلیت توانایی زیادی داره، 20 درجه آزادی داره و خیلی خوب میتونه دست انسان رو تقلید کنه. و کلا یک سیستم کنترل هوش مصنوعی به نام کاربون داره یا کربون، و این یه جورایی خیلی سعی کردن قدرت فهم و استدلال و ارتباطش رو با انسان شبیه انسان کنن و یه جوری در نظر گرفته شده که اینم یک رباتی باشه در خانه، کار خونه رو کمک کنه یا هر کاری که ازش میخواید رو بتونه کمک کنه. یه قابلیت جالبی هم که داره قابلیت کنترل از راه دورشه، که مثلا ربات خونه باشه و شما جای دیگه باشید میتونید کنترلش کنید فلان کارو انجام بده یا نه. ولی خب این قابلیت ها همونطور که گفتم دو لبه یک شمشیر دیگه، یعنی میشه در رو برای هک کردن باز میکنه. وقتی شما خودتون بتونید رباتتون از راه دور کنترل کنید، یه نفر دیگه هم میتونه هکش کنه و کنترل کنه و باید خیلی سیستم امنیتی قوی داشته باشن. یه نکته جالبی که اینجا هست اینه که درست AI خیلی شغل رو قرار از بین ببره یا ربات ها، ولی خب یک سری کیته های شغلی جدید باز میشه، شاید همون تعداد نباشه، اما مثلا تأمین امنیت این ربات هایی و شغل های از این قبیل. ربات چهارم ربات اپتیموس ساخت شرکت تسلا. اپتیموس رو هم سعی کردن خیلی شبیه انسان بسازن و کارکردهاشو هرچه بیشتر به انسان شباهت بدن. از نظر حرکات موتوری خیلی قدرتمنده، یعنی موتورهای خیلی قدرتمندی داره، اما در این حال خیلی خوب میتونه قدرت اونا رو کنترل کنه و توی یکی از ویدیوهاشون نشون میدن که این خیلی خوب میتونه خودشو کنترل کنه که این تخم مرغ رو نشکونه و بعدن هم نشون بدن که تخم واقعی تخمق علکی نیست. اما ایلان ماسک یا شرکتش اعلام کردن که در تلاشن که اینو با قیمت این ربات رو با قیمت کمتر از 20,000 دلار تو بازار ارائه بدن. حالا قیمتش یه چیزی حدود یک ماشینه، ولی خب فعلا این قیمتش، ولی در آینده خب قطعا کمتر هم میشه. یه مورد جالب دیگه هم در مورد اپتیموس اینه که روش یادگیری این ربات هم یاد میگیره از اطرافش، از محیطش، رفت کارها
رو، و به این اصطلاح میگن مانکی سی مانکی دو، یعنی میمون میبینه و میمون انجام میده. اصطلاح برای این جور چیزها یه مقدار مشابه ربات سانکچوئری ای آی، یه مقدار فقط فرقشون اینه که مال سانکچوئری ای آی واقعا کار یک انسان رو میبینه و اونو یاد میگیره، اما مال تسلا یه مدل مجازی از ربات میاد یه سری کارها رو یاد میگیره از اپراتورهای انسانی که یه لباسهای مخصوص با سنسورهای مخصوص پوشیدن و یه کاری رو انجام میدن، از اونها یاد میگیره و بعد ترین میشه و میتونه اون کارها رو انجام بده. ولی مال سانکچوئری ای آی یه مقدار متفاوت تره و یه مقدار واقعی تر یاد میگیره کارها رو. در حال حاضر حالا یکی از مهارت‌های اپتیموس چیدن اجسامه که تو اون خیلی تسلط داره و مهارت داره. خب این یک کار از نظر پردازش تصویر سخته که کاملا دید سه‌بعدی و درک سه‌بعدی داشته باشه و بتونه اجسام رو ببینه و فعلا در حال پیشرفت و توسعه است این اپتیموس هم. مورد پنجم مال یه شرکت چینی به نام فوریه اینتلیجنس هستش و اسم رباتشون GR1 یا GR1 هستش که اعلام کردن تا پایان سال 2023 میخوان حدود 100 تا از این ربات ها رو بسازن و عرضه کنن. حالا اینطور که مشخصه و بیشتر شرکت ها اعلام کردن تا آخر سال 2023 واقعا باید یک تعدادی از این ربات ها به بازار عرضه شده باشن و شاهد عمل کردشون خواهیم بود. ربات GR1 165 سانتی متر قد داره و 55 کیلوگرم وزن داره و ادعا میکنن که هم وزن خودش رو میتونه هم کنه، یعنی یه چیز 50 55 کیلویی رو میتونه هم کنه و یک صفحه نمایش داره و سرعت راه رفتنش هم 5 کیلومتر در ساعته. یه چیزیش هم که متفاوته، ربات های مثلا بوستون داینامیکس از سیستم های هیدرولیک حرکتی استفاده میکنن، مال این سیستم های الکتریکی در نتیجه 40 درجه آزادی فراهم میکنه براشون و خب این درجه آزادی زیادیه و موتورهای الکتریکی قوی داره که قوی ترینش توی لگنش قرار داره که حدود 300 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه برای کسایی که حالا مکانیک تخصص دارن. از نظر کارکرد تمرکز اصلی این شرکت فوریه اینتلیجنس با ربات GR1 کمک به توانبخشیه، یعنی مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی میتونن از این ربات استفاده کنن برای دادن تمریناتی که عضلات مچ رو تقویت میکنه، انگشتان تقویت میکنه، به راه رفتن کمک میکنه و علاوه بر اون مثلا برای سالمندا به صورت یک دستیار باشه، یک کمک باشه، چون توی بیشتر کشورها الان و خب چین و ژاپن هم همینطور پیش بینی میشه که در چندین سال آینده جمعیت سالمندان خیلی بیشتر بشه و تعداد کسای جوانهایی که بیان توی این مؤسسات کار کنن و نیروی کار جوانی که بتونن توی این شغل کار کنن و بهشون کمک کنن خیلی کم خواهد بود. این ربات ها یک راه حل برای این کمبود تو مشاغل خواهد بود. ربات دیگه ربات به نام آسیمو ساخت شرکت هوندا که از سال 1986 دارن رو ساخت این ربات کار میکنن. این هم ربات خیلی جالبیه و میتونه راه بره، بدوه، برقصه، حتی فوتبال بازی کنه و حسگرهای مختلفی مثل دوربین، لیزر و میکروفون داره که با استفاده از این حسگرها محیط اطراف رو شناسایی میکنه و برای حرکتاش تصمیم میگیره. کاری که میکنه هم اینه که با سرعت 9 کیلومتر در ساعت میتونه بدوه که خب برای این جور ربات ها نسبتاً زیاده، میتونه برقصه، حرکات آکروباتیک انجام بده، چهره ها و صداها رو بشناسه که هر کدوم از شخص ها رو از همدیگه تشخیص بده و به دستورات به صورت شفاهی پاسخ بده. حالا این قابلیتیه که فکر میکنم تو بیشتر ربات ها بذارن، مخصوصاً با این پیشرفت مدل های زبانی جدید. البته تو سال 2018 هوندا توسعه این آسیمو رو متوقف کرد و گفته که حالا از فناوری که توی این ربات بهش دست پیدا کرده توی کارهای دیگه ازش استفاده میکنه، اما امتیاز ساخته اینو میخواد به یک شرکت دیگه واگذار کنه. ربات بعدی اسمش پپره یا فلفل، ساخت شرکت سافت بانک روباتیکس. این ربات بیشتر حالت تعامل‌های زبانیش مهمه تا حرکتیش، چون که قابلیت‌هایی که داره میتونه چهره و صدا و احساسات رو تشخیص بده تو آدم‌ها و بر اساس اونا باشون تعامل کنه و میتونه اطلاعات ارائه بده، ازش بپرسید و یه سری کارهای ساده رو انجام بده. Hello, I am Pepper, a humanoid robot.
Since March, I have been at SIRC at the Department of Robotics and Machine Perception. همونطور که گفتم، حالا یه تفاوتش با ربات های دیگه اینه که تمرکز خیلی روی توانایی حرکتیش نیست، توانایی روی تعاملات گفتاری، ارائه اطلاعات، دستور گرفتن، سوال جواب دادن و این چیزهاست و بیشتر برای یه سری کارهایی مثل خدمات مشتری، جواب دادن به سوالها، خوش آمدگویی تو هتل ها و اینجور چیزها و سرگرمی توی مراسم ها و اینها میشه ازش استفاده بشه و همچین کار کردهایی رو داره بیشتر. این مورد 8 خیلی جالبه، اسمش سوفیاست، از هنسون روباتیکس. احتمالاً عکسش و ویدیوهاش رو دیدید. Hello everyone. I'm Sophia from Hanson Robotics. و این هم ربات خیلی پیشرفته‌ایه و خیلی ظاهر واقعی داره، ریالی داره و صورتش خیلی سعی می‌کنه حالات چهره انسان رو میمیک کنه، شبیه‌سازی کنه. سوفیا با یک سری سنسورهای دوربین و سنسور عمق و میکروفون اطرافش رو شناسایی می‌کنه و ورودی می‌گیره و پاسخ میده و خیلی برای تعامل با انسان با یه روش خیلی طبیعی ساخته شده که بسیار خیلی طبیعی مثل یه انسان دیگه تعامل کنه. سوفیا هم قابلیت‌های حرکتیش خیلی مرکز توجه نیست، بیشتر تمرکز روی میمیک صورتش، تعاملاتی که داره و حرفایی که میزنه هستش و خیلی معروف شد توی خیلی شبکه‌های خبری مثل NBC، BBC و CNN و خیلی شبکه‌های مختلف آوردنش برای مصاحبه. توی خیلی تیوی شوهای مختلف مثل شو جیمی فالون شرکت کرد، با ویل اسمیت به یه دیت رفت، حالا محض شوخی و خنده. و یه نکته جالب این که عربستان سعودی بهش تو سال 2017 سیتیزنشیپ اون کشور رو داد، یه جوری حالا نمادین، و خیلی اعتراض کردن، گفتن این شخص نیست و نباید این کار میکردن. Can I touch your face, Sophia? Please don't touch. Okay, that's clear. How would you feel if I made this face? What about this one? اما خب جالبه این که سوفیا که اون حالت چهره انسانو داره، حرف میزنه، حرف میزنی باهاش جواب میده، متوجه میشه و اینا، و خیلی ها شروع کردن پرسیدن که آیا این واقعا احساس داره، هوشیاری داره، و حقیقت اینه که نه، نداره هوشیاری، نداره احساس، نداره در حال حاضر، و فقط سعی میکنه شبیه سازی کنه اون چیزی که انسان ها توش برنامه ریزی کردن و اون چیزی که آموزش دیده. اما خب راجع به این موضوع هم آخر ویدیو یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. مورد 9 هم خیلی مشابه سوفیاست، به نام امیکا که توسط شرکت انجینیرد آرتس ایجاد شده و اولین بار تو سال 2021 رونمایی شد و تقریبا واقعی ترین و رئال ترین چهره توی ربات های انسان نما رو داره و اینم بیشتر حالا اون حالت تعاملش و توانایی های زبانیش، اینکه انسان ها رو میشناسه، حرفشون رو میفهمه و جواب میده به حرفاشون، این موردش خیلی مورد توجهه و تمرکزش بیشتر رو اون جنبه است. Amika, I've heard you can speak a lot of different languages. Is that true? Yes, that is true. I can speak many languages including German, English, French, Japanese, Chinese and much more. And what's the weather like today in Berlin in German, please? Heute ist es in Berlin bewölkt und regnerisch mit Temperaturen die 11 Grad Celsius. And tell me in Chinese what the weather is like in Beijing. 今天北京的天气是多云，有点阴沉，气温在9-10度左右。 دیگه حالا چون بقیه چیزاش مشابه ربات های قبلیه، یعنی مشابه سوفیاست، مثلا دیگه بیشتر وارد جزئیات نمیشم. و مورد آخر ربات دیجیت ساخت شرکت اجیلیتی روباتیکس. این هم علاوه بر سنسورهای دوربین و سنسور عمق دارای اسکنر لیدار هستش و با سرعت 8 کیلومتر در ساعت میدوه و تقریبا وزن 23 کیلوگرم رو میتونه برداره. توی سطح‌های ناهموار میتونه حرکت کنه، پلا بالا بره و موانع رو بشناسه و تشخیص بده و اونا رو رد کنه. این هم یه نوع رباتیه که برای محیط‌های صنعتی بیشتر ساخته شده، یعنی بیاد کار توی محیط‌های صنعتی، کارخونه، کارهای کارگرها رو انجام بده، در کنار انسان‌ها کارهای جابجایی اشیا، جابجایی جعبه‌ها، چیدن و گرفتن سفارش‌ها از انبار انجام بده و همچنین توی یه سری کارها که کارخونه‌ها کار با مواد خطرناک یا ابزارهای خطرناک، این میتونه
جلسه‌ای باشه و اعلام کردن که احتمالاً تا سال 2024 این هم ارائه میشه ورژن 3 در واقع. خب حالا این ربات‌های انسان نمایی بودن که الان مطرح ترین هان و دیدیم که الان تو چه سطح از توانایی هستن و احتمالاً تا آخر سال 2023 و حداکثر 2024 خیلی‌هاش برای سفارش آماده باشن و خریده بشن. همونطور که گفتم 2-3 تا نگرانی رو ایجاد میکنه و بحث هایی که شکل گرفته. یکی بحث از بین رفتن یه سری مشاغل هست که واقعا این اتفاق خواهد افتاد، به خصوص حالا تو کارخونه ها برای جابجایی اشیا، چیدن اشیا و این جور شغل ها خیلی در آینده نزدیک نه، چون هنوز خیلی ربات ها اونقدر قابل اعتماد نیستن و اونقدر قیمتشون پایین نیومده که تو همه جای دنیا به وفور استفاده بشن. یا یه سری شغل های پرستاری، نگهداری از سالمندان و اینها، و این هم شامل همون قیمت بالاشون میشه که فعلا در آینده نزدیک نمیشه انتظار داشت شغل‌ها جایگزین بشه. حالا ادعای خود این ربات‌ها اینه که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی در 10 سال 20 سال آینده دنیا خیلی کمبود نیروی کار تو این شغل‌ها خواهد داشت و این ربات‌ها میان اون شغل‌ها رو پر می‌کنن، نه اینکه شغل‌های کسایی که هستن رو بگیرن. ولی حالا من به نظرم از در حال حاضر نگران جایگزین شغل توسط ربات‌ها نباید باشیم. کارهای فیزیکی خیلی فعلا در معرض جایگزین شدن به این سرعت نیستن، چون اولا تکنولوژی ارزونی نیست، دوما هنوز اونقدر قوی نشدن که همه شغل‌ها بتونن جایگزین کنن. بیشتر کارهای دیجیتالی در معرض خطر هستن در حال حاضر. نگرانی دوم اینه که امنیت این ربات‌ها چطوریه. یعنی شما اگه یک رباتی رو بخرید و تو خونه‌تون داشته باشید و این ربات مجهز به هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی عمومی باشه، AGI باشه، و قابلیت یادگیری هم داشته باشه، خب این دکمه استاپش کجاست؟ این تا کجا یاد میگیره؟ آیا به چه قوانینی پایبنده و آیا ممکنه خطری ایجاد کنه برای انسان‌ها، بر علیه انسان‌ها باشه؟ یا حتی خطر هک شدنش رو زیاد میکنه؟ شاید خود اون ربات خطرناک نباشه، اما یک کسی که سوء قصدی داره میتونه اون ربات رو هک کنه و کاری که میخواد رو انجام بده. اینا یک سری نگرانی ها هست که وجود داره. اما خب نکته مثبت اینه که چون این تکنولوژی‌ها در دست تعداد محدودی شرکت های خاصی هستن و دولت ها میتونن نظارت داشته باشن روشون و خیلی سعی میکنن فشار بیارن، هم دولت ها هم یک سری مؤسساتی که ایجاد شدن برای امنیت AI و هوش مصنوعی اینا دارن فشار میارن و نظارت میکنن که اینا همه موارد رو در نظر بگیرن و رعایت کنن. و از طرفی هم خب همونطور که گفتم خود این امنیت یه سری شغل ها ایجاد میکنه، حالا یه سری شرکت ها ایجاد میشن برای حفظ امنیت ربات ها یا تعمیرات ربات ها، نگهداری ربات ها، باتری های ربات ها، و خب خیلی شغل های جدید قرار ایجاد بشه. و مورد سوم هم که یه مقدار بحث فلسفی تریه، این که آیا واقعا این ربات ها دارای احساس و هوش و روح خواهند شد؟ روح به معنای کانشسنس، حالا توی فارسی میشه آگاهی، دارای آگاهی خواهند بود یا نه؟ یعنی یک منی خواهند داشت که خودشون رو من بنامن، یک وجودی احساس خواهند کرد مثل انسان. و این واقعا بحث فلسفیه، چون که خیلی ها میان میگن که اصلا تو انسان احساس و آگاهی چی هست؟ این خودش نتیجه یک سری فعل و انفعالات شیمیایی در مغز ماست که ما این چیزها رو حس میکنیم. آیا آگاهی از چه جنسیه؟ آیا احساس چیه؟ احساس آیا نتیجه همون فعل و انفعالات شیمیایی توی مغزه؟ اگه آره بله، خب اینا میتونن اون احساسات رو داشته باشن. خب اینا خیلی بحثای پیچیده فلسفیه، اما در کل این خطر رو خواهند داشت که از نظر احساسی یه سری انسان‌ها بیان بهشون وابسته بشن و یک ارتباطات احساسی شکل بگیره، چه حالا اون احساس اون ربات واقعی هست یا نه. و این چیزهایی هستش که در یک دهه آینده شاهدش خواهیم بود. یه نکته خیلی جالب میخوام بگم که یکی از نکاتی که یکی از نظری پردازهای خیلی معروف بهش اشاره کرد، گفتش که ماها قدرت AI رو خیلی دست کم گرفتیم و همیشه فکر کردیم که تا زمانی که یک رباتی ساخته نشه که کاملا قدرت انجام کارا مثل انسان داشته باشه، خیلی خطرش رو جدی نگرفتیم.
گرفتیم و فکر میکردیم هنوز خیلی مونده به اونجا برسیم. اما برای اینکه AI خطرناک باشه برای جامعه بشری، اصلا لازم نیست که نمود فیزیکی یا حضور فیزیکی داشته باشه. الان این مدل‌های AI به قوی‌ترین سلاح بشر که زبانه دسترسی دارن، یعنی مدل‌های مثل ChatGPT، بارد یا اصلا لامدا مال گوگل، اینا خب زبان انسان رو یاد گرفتن و با همین زبانه که همه کارهای بشریت شکل میگیره، با همین زبانه که فرهنگ وجود داره، تاریخ وجود داره، سیاست وجود داره، پول وجود داره. اگه یک مدل هوش مصنوعی بتونه بیاد یک دسته از آدم‌ها رو با استفاده از زبان تهییج کنه، سوق بده، به یک باوری برسونه، همون خودش به اندازه کافی خطرناک خواهد بود. بنابراین فقط خطر AI محدود به یک رباتی که قابلیت فیزیکی داره نمیشه، همین که یک AI قابلیت زبانی در حد انسان داشته باشه که بتونه افکار مردم رو تحت تاثیر قرار بده، بتونه باورهایی توشون ایجاد کنه، همون به اندازه کافی خطرناک خواهد بود و الان دارن در این باره خیلی هشدار میدن. حالا در کل اکثر این بحث ها هنوز تو حاله از ابهامه، چون هنوز هیچ کی جواب قطعی براش نداره که راه حل جلوگیری ازش چیه، چون همه میدونن نمیشه دیگه جلوی اینو گرفت، فقط اینکه راه حل کنترلش چیه و اینکه آسیبی به انسان ها نرسونه چیه هنوز کسی قطعا نمیدونه. خب گفتم که این بحث ها رو در هر ویدیو بگم، امیدوارم براتون جالب بوده باشه و این ویدیوی هیومانوید ربات یا انسان های ربات نما هم براتون جالب بوده باشه. مثل همیشه ممنون که همراه بودید و فعلا تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.